سلام، بیننده برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی هستید. من باهره یزدان‌پناه و همراهی همکارانم با شما هستیم. 12 مرداد برابر با 3 آگست مساوی هست با تحلیف ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری اسلامی ایران. در این خصوص گفتگوی داریم با میهمان عزیز برنامه شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. ضمن خوش آمدگویی به میهمان برنامه، ممنون که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. منم سلام میکنم خدمت شما، خیلی ممنون. به دلیل کمبود وقت خوبه که ما بریم به سوالها. چقدر فکر میکنی که سر کار اومدن رئیسی به طور رسمی، در واقع اینه که چه تأثیری داره و اینکه آیا ممکن هست سرکوب ها رو بیشتر بکنه و در کل در اعتراضات، منظورم هست، چه تأثیری داره؟ بله، خب طبعا رئیسی به یه معنی همونطور که شما اشاره کردین سرکار بوده، رئیس قوه قضاییه بوده، رئیس سیستمی که این همه جوانا رو کشته و زندان کرده و شکنجه کرده، یکی از مسئولین اصلی تمام این سرکوب های دوره جدید بوده. اما اینکه به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی داره به دنیا معرفیش میکنه و رسما در واقع در اون مسئولیت عمل میکنه، خب ممکنه از نظر خیلی یا به خاطر سابقه که حتی خود رئیسی داشته این باشه که خب سرکوب ها بیشتر میشه، به خاطر اینکه رئیسی کارنامه سیاهی داره در سرکوب مردم، در اعدام زندانیان و غیره. ولی اینکه به نظر من این رو اگر فقط رئیسی رو در نظر بگیریم، فقط جمهوری اسلامی رو، ماشین کشتارش رو در نظر بگیریم، یه بخشه و بخش دیگرش وضعیت ایران هسته، چرا که بالاخره این دهه 60 نیست، دهه 70 نیست، دهه 80 هم نیست و ما با دهه 90 همراه بود با اعتراضات بسیار وسیع و علارغم تمام کشتارها، دستگیریها و تمام اینها این اعتراضات ادامه داشت. ما اگر این رو ریاست جمهوری روحانی رو در چارچوب و در تصویر بزرگتری ببینیم در وضعیت ایران، میبینیم که راستش مهم نیست کی سر کار هستش، این اعتراضات هر روزه ادامه داره و از نظر من، ارزیابی که دارم، مشاهده‌ای که دارم، فکر نمی‌کنم تأثیری داشته باشه. حتما تلاش خودش رو می‌کنه. همین الان صحبت از اینه که اینترنت رو به معنی واقع سیانت هست، کاربران اینترنتی رو، فضای مجازی رو مطرح کردن و خود همونم عقب نشینی کردن، گفتن ما اینستاگرام و واتساپ جزوش نیست. تمام اینها رو وقتی شما نگاه میکنین، به علاوه اختلافاتی داره که در خود جناح وجود داره، اما مسئله بزرگ اعتراضات مردم اینا، میبینین که مهم نیست کی سر کاره و من این رو نمیبینم که بتونه اعتراضات رو در اون شکلی که مد نظر شاید بعضی هستش سرکوب بکنه. مرسی از پاسختون. ما شاهد بیشتر شدن اعتراضات مردم در سراسر ایران هستیم، مثل قیام و خیزش مردم در خوزستان و همینطور اعتراضات کارگران شرکت نفت، اعتراضات هفت تپه و همینطور در این اواخر شاهد این بودیم که فکر میکنم پری روز بود، مادران آبان هم به خیابون اومدن. فکر میکنین که سر کار اومدن رئیسی، البته به صورت رسمی باز هم میگم، چه تأثیری روی این اعتراضات خواهد داشت؟ به نظر من... سرکوب و چه از نظر شدت اینها؟ بله، خب ببینین، همین مثالایی که شما زدین دقیقا نشون میده که اعلام رئیسی به عنوان رئیس جمهور، شاخشونه کشیدن که سرکوب میکنیم، اعتراضات و غیره، کار نکرده. همین الان شما شاهد این هستین که هفت تپه بعد از اینکه واقعا یک مبارزه که ماها در اعتصاب بود و بیشترین فشار رو بهشون آوردن، حتی وکیلی که از کارگران هفت تپه حمایت میکرد رو براش پرونده امنیتی باز کردن، همینطور 700 نفر، بیش از 700 نفر از کارگران اعتصابی شرکت نفت رو اخراج کردن که تهدیدشون کنن، از طرفی فشارهایی که به خود خانواده ها آوردن، سرکوبی که در خوزستان، تمام اینها رو وقتی نگاه کنین اتفاقا جمهوری اسلامی
سعی کرده بیشترین سرکوب رو بکنه، اما نتونسته تاثیر داشته باشه. به نظر من چون ما اگر از دو جنبه است، یکی ممکنه از جمهوری اسلامی از زاویه جمهوری اسلامی تحلیل بده، ولی یکی ممکنه از زاویه مبارزات مردم و اعتراضات این تحلیل رو بده، دو چیز متفاوته. ما شاهد به نظر من یه پدیده بسیار ویژه هستیم در ایران. همیشه اعتراضات در سطح ایران حمایت گرفتن از همدیگه، اقشار مختلف جامعه، ولی به نظر من با مشاهده ای که دارم این هستش که حالا بعد از مسئله خوزستان مخصوصا شما نگاه کنید، در کردستان، در تبریز، در اصفهان، در تهران، در جاهای مختلف اومدن جلو و حمایت دارن میکنن. شما از داخل زندان شاهد این هستین، میگن خوزستان تنها نیست. وقتی کارگران هفت تپه خواسته هاشون رو میدن، یکی از خواسته هاشون مربوط به مردم خوزستانه. وقتی در اعتصابات به همین شکل، یعنی منظورم اینه ما شاهد یه پدیده هستیم که به محض اینکه یک اعتراض صورت میگیره، در اقصی نقاط ایران این اعتصاب و یا این اعتراض توسط اقشار مختلف حمایت میشه. شاهد این بودیم که چطور فعالین در مقابل وزارت کشور تجمع کردن، و همینطور شاهد این هستیم که حتی مادران دادخواه از جمله مادران آبان که شجاعانه چند روز پیش به خیابون اومدن و از مردم میخواستن حمایت کنن، چگونه حتی در صحبتاشون دارن پیام میدن به مردم خوزستان. در هرچه وقتی شما نگاه میکنین به نظر من یه مقدار متفاوت واقع، و این تغییر از نظر من از آبان 98 شروع شده و حالا رژیم خودش رو با چی مواجه میده، رئیسی یا هر کسی که سر کار هستش با این مواجه میبینه که وقتی یه سرکوبی رو در یک بخشی از ایران انجام میده، به اونجا محدود نمیشه، بلکه در سراسر ایران در واقع پراکنده میشه و حمایت جلب میکنه، و همینطور از طرف از لحاظ بین‌المللی هم همینطور. به خاطر همین هستش این اعتراضات به نظر من نه تنها فروکش نمی‌کنه، به نظر من حتی بیشتر خواهد شد، چون اعتراض همه مردم رو با خودش داره. اعتراض به آب، فقط اعتراض به آب نیست، اعتراض به محرومیت و بدبختی و گرسنگی 42 ساله اخیره که هر کسی در ایران غیر از طرفداران رژیم این رو مربوط به خودش میبینه. به خاطر همین جمهوری اسلامی خودش رو میبینه با موج وسیع از مردم که دارن از این اعتراضات حمایت میکنن. ممنون. حالا مسئله رو بازتر میکنیم، این مسئله از لحاظ بین المللی چه تأثیری داره؟ یعنی که آیا این باعث میشه که جمهوری اسلامی رو بیشتر به رسمیت بشناسند و یا هر چیزی که ممکنه برامون بگید؟ خب ببینید، وقتی که یه آدمی رئیس جمهور یک کشوری اعلام میشه، اصولا از لحاظ قوانین بین المللی اون رئیس جمهور مسئولیت سیاسی داره، مسئولیت بسیار دیپلماتیک داره که دولت ها نمیتونن به معنی دستگیرش کنن یا فشار بذارن. همین الان وقتی رئیسی انتخاب شده، خب دولت ها احتمالا باش ملاقات خواهد کرد، ولی به نظر من بازم متفاوت خواهد بود. چرا؟ چون که همین الان ما شاهد این هستیم که تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا اعلام کردن به بایدن که ویزا ندین به رئیسی و کسانی که همراه اون هستن. در کشورهای مختلف اعتراضاتی داره صورت میگیره، چون ببینید این تناقضه که شما رئیسی رو به عنوان رئیس جمهور کشور قبول میکنین، از طرفی حمید نوری یکی از کسانی هستش که در واقع کشتار زندانیان سیاسی در 67 دست داشته، اون در سوئد داره محاکمه میشه که فرخواستش هم دادگاه قبول کرده، ولی از طرفی این همین آدم حتی بدتره که عضو هیئت مربوطه رو به عنوان رئیس جمهور قبول میکنی. خب یکی مثل دولت سوئد یا دولت های دیگه باید جوابگو باشن. شما نمیتونین یه آدم رو به این شکل دستگیر کنین ولی از طرفی روحانی رو میدونم بالاخره این پروسه قانونی داره، آدم ها شکایت میکنن، ولی همین الان خود خونواده ها یک بیانیه که به زودی منتشر خواهد شد، بیانیه که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هم حمایت کرده، بیانیه بود که بیش از 100 نفر از خونواده ها فعالین در ایران نوشته بودن و گفته بودن که از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بودن که روحانی رو یک هیئتی تشکیل بده برای رسیدگی به جنایت روحانی رئیسی، البته روحانی هم به همون شکل رئیسی، و اینکه بتونن مورد پیگرد قرار بگیره، و همین الان بیش از 600 نفر حدود 700 نفر امضا کردن. منظورم اینه وقتی شما نگاه میکنین انتخاب کردن یکی
مثل رئیسی نه تنها در داخل ایران نمیتونه اعتراضات رو فروکش کنه، بلکه مردم عصبانی تر هستن، جنایتکارش بچه هاشون رو کشته، قدرت داره و از طرفی از لحاظ جهانی هم دولت ها باید جوابگو باشن، نمیتونن دست بدن با جنایتکاری که خودشون محکوم کردن، چون تابستان 67 رو دولت های مختلف به عنوان جنایت علیه بشریت شمردن، دادگاه های مختلف شکل گرفته و به همین دلیل به نظر من از لحاظ جهانی هم با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد و یکی از راهاش که بارها توسط سازمان های مختلف و همینطور خود ما پیشنهاد شده اینکه باید خواستار این بشیم که یک هیئت حقیقتیابی و پیگرد رسیدگی به جنایت رئیسی تشکیل بشه و این قطعا در سطح دنیا هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. ممنون که با ما بودین. خیلی ممنون. صحبت‌های شیبا محبوبی رو در رابطه با تحریف ابراهیم رئیسی شنیدیم. حالا میپردازیم به خبری درباره منیر عربشاهی. فرزاد آریانی همسر منیر عربشاهی در مورد عدم ادامه درمان همسرش پس از جراحی گفت و خواستار حمایت مردم شد. منیر عربشاهی فعال حقوق زنان و همینطور مخالف با حجاب اجباری و زندانی سیاسی در زندان کچوی کرج، علارغم وخامت حال از رسیدگی پزشکی محروم مونده. وی از اردیبهشت 1400 به مرخصی درمانی اعزام و در یک مرداد پس از انجام جراحی و تخلیه غده تیروئید به زندان برگردانده شد. پزشک جراحش دستور رسیدگی فوری پزشکی داده و خطر جانی و بروز شوک رو مطرح کرده. اما تاکنون با وجود دستور پزشک مبنی بر آزمایش و چک هفتگی از این امکان محروم مونده. علاوه بر این او با خطر ابتلا به ویروس کرونا که این روزها در زندانهای ایران بیداد میکنه مواجه است. منیر عربشاهی دیروز شنبه 9 مرداد در پی وخامت حال به بیمارستان خارج از زندان انتقال داده شد. رژیم جمهوری اسلامی سالهاست آمدانه زندانیان بیمار رو از دارو و درمان محروم کرده تا به این وسیله به قطعهای خاموشش سرپوش بگذاره. در همین راستا کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی سالهاست با کمپین نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد صدای زندانیان محروم از دارو و درمان رو به گوش گزارشگران و به ویژه گزارشگران حقوق بشر و مجامع بین المللی رسونده. همراه من باشید با همکارم آسو اسدی و گزارش ویژه این هفته. ممنونم باهره جان. با سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران. من آسو اسدی هستم با گزارش ویژه‌ای از شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین و وضعیت زندانیان. به دنبال بروز شدید علائم کرونا در میان زندانیان بند زنان اوین، چهارشنبه ششم مرداد ماه رضوان احمدخان بگی فعال سیاسی محبوس در زندان 8 روز پس از مثبت شدن تست کرونا و تشدید علائم این بیماری و وضعیت نامناسب جسمی و روحی به مرخصی اعزام شد. سپید کاشانی، عالی مطلب‌زاده، زهرا جمالی، زینب همرنگ، آرزو قاسمی، مژگان کابوسی، مریم سامقانی، گیتی پور فاضل از جمله زنان زندانی هستند که به دلیل بیماری کرونا و عدم رسیدگی پزشکی و وخامت وضعیت جسمانی به مرخصی استعلاجی اعزام شدند. گفتنی است که روز 26 تیر ماه همسر عالی مطلب‌زاده با انتشار فایل صوتی از همسر خود از شیوع ویروس کرونا در این بند خبر داده بود.
عالی مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان زندانی، در مورد وضعیت وخیم بند زنان زندان اوین گفته است که با وجود وخامت حال برخی از زندانیان به آنها اجازه مرخصی و حتی تماس با خانواده داده نمی شود و مدت ها است که با وجود شیوع کرونا هیچ نظافتی در این بند صورت نگرفته است. او می گوید انگار یک عده را ریختند اینجا و درها را بسته اند که همگی بمیرند. مطلب‌زاده می گوید مسئولان زندان زندانی های کرونا گرفته را در قرنطینه بدون حمایت رها می کنند. در رسیدگی و نظافت و بهداشت در این بند هیچ عملی انجام نشده و وضعیت روحی زندانی ها مناسب نیست. او همچنین می گوید 3 نفر از زندانیان زنی که آزمایش کروناشان مثبت بوده در قرنطینه انداخته اند و درها را قفل کرده اند و اگر دیگر زندانیان به آنها رسیدگی نکرده و برایشان غذا نبرند هیچ کس به حال آنها رسیدگی نمی کند. اگر حال آنها وخیمتر شود فقط به بهداری منتقل می کنند. اینها بخشی از صحبت‌های عالی مطلب‌زاده بودند در حالی که اکثریت مسئولان زندان و سران حکومت واکسن دریافت کردند. جان همه زندانیان سیاسی با شیوع کرونا در خطر است. با تشکر از توجه شما به گزارش های ویژه در ادامه با باهره یزدان پناه خواهیم بود. علی‌رغم فضای امنیتی سنگین و قطع اینترنت در شهرهای مختلف خوزستان، اعتراضات همچنان ادامه دارد. تعداد بازداشت شدگان اعتراضات مردمی در خوزستان بالاست و مقامات حکومتی خود را زیر فشار اعتراضات مردمی و گسترش بیشتر دامنه اون به مناطق دیگه می‌بینند. جمهوری اسلامی از ادامه و گسترش اعتراضات خوزستان هراس داره و به خاطر همین خانواده های جانباختگان این اعتراضات رو زیر فشار قرار داده. چندین جوان معترض در شهرهای مختلف توسط شلیک گلوله سرکوبگران حکومت به قتل رسیدند و این سرکوب ها فضای خشم و اعتراض رو در شهرهای خوزستان شدت داده. مردم خوزستان دادخواهند. اعتراضات مردمی در خوزستان از 24 تیر 1400 و در اعتراض به قطع آغاز و تمامی شهرهای این استان رو در بر گرفت. این اعتراضات فراتر از قطع آب و برقه و مردم بیش از 40 سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی جانشون رو به لب رسونده و در تظاهرات ها با شعارهای جمهوری اسلامی سرنگون را فریاد زدند. با هم میبینیم و میشنویم تازه ترین شعاری که مردم در اهواز سر دادند. بله، این آخرین پیام هدف فقط نظامه. دامنه این اعتراضات به سایر مناطق کشور هم کشیده شد. مردم در این مناطق با شعار سرنگونی حکومت همبستگی خود رو با مردم خوزستان اعلام کردند. شنبه 9 مرداد در تهران مردم در حمایت از اعتراضات خوزستان در محل تئاتر شهر تجمع کرده و شعارهایی در حمایت از مردم خوزستان و اعتراضاتشون علیه بیابی سر دادن.
هم مثل همه تجمعها مورد یورش نیروهای جمهوری اسلامی و امنیتی قرار گرفت. برو برو هی بیار اینجا. نهادهای حکومتی چندین روزه که اینترنت شهرهای مختلف خوزستان رو قطع کرده و کشتار و دستگیری های گسترده ای به راه انداختن. در شهرهای مختلف کشور هم اعتراضات زیادی در حمایت از مردم خوزستان شکل گرفت که برخورد نیروهای امنیتی به تمام این تجمعات سرکوبگرانه بوده. خشم و نارضایتی مردم به حدی عمیق است که با هر تلنگر و هر بهانه‌ای در شعارهاشون اصل نظام رو نشونه می‌گیرن. به عنوان مثال در شامگاه جمعه گذشته مردم در تهران به بهانه جشن پیروزی پرسپولیس به خیابان‌ها اومده و بلافاصله شعارهایی علیه اصل نظام سر دادن. این اتفاقات در کنار اعتصاب سراسری ده‌ها هزار کارگران نفت و کانون‌های داغ اعتراضی چون نیشکر هفت تپه و جنب و جوش اعتراضی که در میان بخش‌های مختلف جامعه به پا شده، حرکت جامعه رو برای پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی به نمایش می‌ذاره. همکارم نگار نادری اخبار زندانیان سیاسی رو در هفته‌ای که گذشت به سمع نظر شما می‌رسونه. ممنون باهره. با سلام به شما همراهان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. من نگار نادری خلاصه ای از اخبار زندانیان سیاسی در هفته‌ای که گذشت را به اطلاع شما میرسانم. علارغم نقض حکم 30 سال حبس و 111 ضرب شلاق امیر سالار داوودی در دیوان عالی کشور، امیر رئیسیان وکیل مدافع امیر سالار داوودی از تایید این حکم توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. از میزان محکومیت امیر سالار داوودی با استناد به ماده 134 قانون مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی تبعید شده به زندان سمنان با نگارش نامه‌ای از زندان حمایت خود را از اعتراضات مردم خوزستان اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است که خون زندانیان سیاسی اعدام شده در 67 با خون جوانان کشته شده در خیابان‌ها از آبان 98 تا تیر 1400 در خوزستان و لرستان به فاصله زمانی 33 سال در همین جغرافیا به هم گره خورده و این را اثبات کرد که تا زمانی که عاملین و آمرین نسل‌کشی 67 به میز محاکمه کشیده نشوند هیچ نسلی در امان نخواهد ماند. بنابر گزارش رسیده به دست کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، جان و سلامت زندانیان سیاسی به دلیل عدم آگاهانه وجود درمان و کیفیت پایین تغذیه، بهداشت و شرایط زیستی به دنبال سیاست حذف فیزیکی زندانیان که چند سالی است توسط جمهوری اسلامی جایگزین سیاست اعدام زندانی سیاسی شده است، در خطر جدی قرار گرفته.
چند سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به جو بایدن خواستار عدم صدور ویزا برای ابراهیم رئیسی و مقامات ایران جهت شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل شدند. آنها خواستند رئیسی طبق قوانین آمریکا تحت تحریم باقی بماند. بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند مستقر در واشنگتن در بیانیه با اتکا به موارد آدمربایی یا قتل صدها ایرانی به دست عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور نسبت به حملات احتمالی حکومت ایران علیه دیگر اندیشان و مخالفان ابراز نگرانی کرد. بنیاد برومند با مرور کارنامه جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته، ربایش و قتل دست کم 540 ایرانی در کشورهای مختلف را مستند کرده و طی بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته است که به خشونت‌های برون مرزی ایران پاسخی هماهنگ و قاطع بدهند. فاطمه ملکی مادر زندانی سیاسی علی نوریزاد در یک فایل صوتی اعلام کرد که به دنبال اعلام حمایت علی نوریزاد از اعتراضات خوزستان، مسئولین زندان برای تنبیه این زندانی سیاسی تلفن او را قطع کردند. مصطفی دانشجو وکیل زندانی سیاسی سهیل عربی در توییت خود نوشت: موکل محترم آقای سهیل عربی در دادگاه حاضر نشد. امیدوارم در تصمیمی منطبق بر اصول و موازین حقوق کیفری حکم براءت سهیل صادر شود، چرا که نوشته و گفته های سهیل مشتمل بر انتقاد، بیان کاستی ها و تاکید بر قانونگرایی را نمیتوان مصداق تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب دانست. با سپاس از همراهی شما با اخبار زندانیان سیاسی، در ادامه با باهره یزدان‌پناه خواهیم بود. و اما اعتصاب در هفت‌تپه همچنان ادامه دارد. یک شنبه 10 مرداد 1400 اعتصاب کارگران وارد 20مین روز خود شد. کارگران هفت‌تپه در مقابل فرمانداری تجمع کرده و در خیابان‌ها و بازار شوش راهپیمایی اعتراضی کردند. خواست فوری کارگران نیشکر هفت‌تپه تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از خلع ید از بخش خصوصی، همینطور پرداخت حقوق‌های معوقه و بازگشت به کار تمامی همکاران اخراج شده و تمدید قرارداد کارگران دفع آفات و دیگر کارگران، واکسیناسیون سریع و رایگان همگان در مقابل کرونا است. همینطور کارگران هفت‌تپه حمایت خودشون رو از خواست به حق مردم خوزستان اعلام داشته و خواستار رسیدگی فوری به حقوق پایمال شده کارگران و زحمتکشان این منطقه بودند. مرداد مادران آبان در میدان آزادی برای حمایت از خوزستان، سیستان و بلوچستان برای دادخواهی آنان که در آبان و هواپیمای اوکراینی جان باختند تجمع اعتراضی برگزار کردند. از اونجا با سر دادن شعارهایی به سمت مترو گلشن به قصد میدان صادقیه رفتن که تعدادی با لباس‌های نیروی انتظامی و تعدادی با لباس‌های شخصی به اونها تذکر داده و دوباره مادران آبان رو سوار مترو کردن. در مترو تلفن هر کسی رو که فیلم برداری می‌کرد گرفتن و به محض اینکه از مترو پیاده شدن افراد دیگه منتظر بودن و مأموران این مادران شجاع رو با اعمال خشونت دستگیر کرده به پلیس امنیت آرژانتین در خیابون وزرا برای بازجویی بردن. شرایط جسمی چند نفر از این مادران مساعد نبود. اعضای خانواده های دادخواه که بازداشت شده بودند
بعد از یک روز آزاد شدن. خانواده‌های دادخواه که عزیزانشون توسط رژیم جنایتکار اسلامی در جریان اعتراضات سالهای گذشته کشته شدن، دادخواه هستند و خواهان محاکمه قاتلین عزیزان خود هستند. دادخواهی و سرنگونی شعارشون هست و انتظار همبستگی و اتحاد مردمی هرچه بیشتر در مقابل رژیم سرکوبگر اسلامی رو دارن. بسه، بردگی بسه. ما نمیگیم ما نمایت کنید، از خودتون نمایت کنید. از جوانای خودتون بی غیرت ها نشستن منتظره چی هستن؟ خوزستان آب ندارد، آبان فرزند ندارد. از خوزستان تا تهران اتحاد، اتحاد. از خوزستان تا تهران اتحاد، اتحاد. از آبان تا خوزستان اتحاد، اتحاد. در بخش پایانی برنامه توجه شما رو به آدرس های تماسمون جلب می کنم. منتظر پیشنهادات شما در بهتر شدن برنامه خودتون هستیم. مرسی که با ما همراه بودید و تا برنامه دیگه، شب و روز در هر کجای دنیا که هستید خوش.